کدام عضوه که من مقام داره؟ بجز از دوستم و دخترش و بچیش دیگه کی داخل سیاست است؟ او هم یک رهبر بی سواد، دخترش هم یک دختر بی سواد، بچیش هم یک بچی بی سواد. از این که مفکوری از اونا کار نمی کنه، سواد ندارن، منطق ندارن داخل سیاست کردین. چرا ازبیک های بیدار با سواد داخل سیاست شده نمی تانه؟ چون ما ذهن ما باز است، مفکوری ما باز است. ما صداه ملت برای شما می کشیم. اما شما بی سواد ها امروز در داخل سیاست است. ببینین ما ملت اقدر خوابیده هستیم. رهبر بی سواد، قمندان بی سواد، وزیر ظرفشوی امریکا و اروپا، رئیس جمهور ظرفشوی اروپا و امریکا، وکیل پارلمان، نوکر حرک و امنیت و ارگان های دولتی بی سواد مطلق و امایتگران هزینا بی سواد، رهبران سیاسی، وزیران همگی با سواد ها و دیپلمات ها و سیاسیون و کسایی که اهل قلم و اهل منطق هستن. تا به کی کشور به تبایی میکشین؟ من سیاسی نیستم افغانای عزیز، من ملت هستم. بیاین که ملت بر شما قضاوت کنه. بر شما نالایق ها ما سیاست دادیم، صلاحیت خود دادیم، ما رخ روز بر روز فروختین شما. این مردکی بدبخت فروخته شدی ایران که ایران ایره بر ما تربیه کرده، میایه در ارتباط بر من قضاوت میکنه که خوب است سادات هزاره نیست. خوب است که من سعید هزاره نیستم. خدا مرا سعید هزاره نکنه. شما سعیدای هزاری که امروز ادعای سعادت دارین، سادات دارین، شما سعیدای شب و جمعه هستین. سعیدای شب و جمعه چطور میایه که در ارتباط برای ما قضاوت میکنه؟ ما در افغانستان چندین نوع سعید داریم که ما اونا رو سعید نمیگیم. ما یکی سادات داریم، ایشان داریم، خوجه داریم، میر داریم، قزلباش داریم. اینا هم خودشان کم کم سادات میگیرن. اینا سادات بوده نمیتونن. ایشان ها کنیزای پشت دروازه ما بود، کنیزای داخل خانه ما بودن که کنیزی ما سادات ها رو میکردن. خوجه ها کنیزای پشت دروازه ما بودن. میرها و قزلباش ها سمچم کیا هستن، اونا کسایی بودن که دسبوس های ما سادات ها بودن. اونا سادات نیستن. امیدوار هستم دیگه در ارتباط برای ما برادر هزاری ما دیگه قضاوت نکنی. به خاطر ما اگر نام کشی میکنی، خب بیا در بگو خانم سادات نمیخوایم یک ذره معرفت پیدا کنم. پیام دوم ما بر آقای میای بخشی است. آقای جنرال میای بخشی، سر از امروز تو جنرال میا نیستی، تو مارشال میاستی. چون سیاست افغانستان هم یک سیاست بی منطق بی سواد است که نمیفهمه که مارشالی را برای کی بتم، جنرالی را برای کی بتم. من سر از امروز آقای میای بخشی را مارشال میای بخشی میگم. آقای مارشال میای بخشی، روی میدیا برآمدی و گفتی فریده سادات ما برات شوی پیدا کردیم، مچم فلان کماندوره. ما خو گرچه نمیشناسم اونا کی هستن، برای من شخصیتش قابل احترام است. آیا رهنمای معاملات شوهر پیدا کردن ما برای تو رسیده که برای من شوی پیدا کنی؟ آیا ما اگه شوهر بکنم در این اروپای کلان کس پیدا نشده؟ آیا ما شوهر بکنم اقدر ازبکای ما بیغیرت است که ما برم در زیر لنگ یک کس دیگری که اصلا هم زبانم نیست، قومم نیست، خیشم نیست باید ما بخوابم؟ آقای میای بخشی، مارشال میای بخشی، اگه تو خیرت داری، امت داری، این وعده زنانه ما هست، این قول مردانه ما هست، روان که همون نفری که میخوایی مرا برای شش ماه برش سیغه کنی. گرچه من قوم سعید هستم، سادات هستم، اهل سنت هستم، اهل سنت، قوم سعید، قوم سادات، مسلمان سیغه نمی کنه. رحمان الرحیم، عرض ارادت و عدم احترام. این بار یک برنامه فرق میکنه، یک برنامه متنوع هست. با لحجه ایرانی، با صحبت ایرانی قبض میاد. یک بار عرض کرده بودم، اگر یاد دوستان باشه، عرض کردیم که از هر آدرس به ما توهین بشود ما با کسی تعارف نداریم. فریده سادات کیست؟ در رابطه به فریده سادات که ازبک ما هست، من را ببخشید که این کلام رو مطرح میکنم خدمت شما عزیزم، اما لاجرن وقتی این لایف رو دیدم مقدار اذیت شدم. اولا مرگ میفرستیم بر طرفداران طالب و طالبانی، دوما مرگ میفرستیم بر دولت فاشیزم اشرف غنی، سوما درود میفرستیم به مجاهدان برحق و رهبران عدالت خواهی همچون علیپور.
میخوایم فرید سادات رو به شما به معرفی بگیرم و بهتر بشناسید. فرید سادات از خواهران ازبک ما هست. گویا که ایشان یک لایف رو انجام دادن، میگه کلیپ رو ساختم. ببینید سواد رو نگاه کنید، شما وقتی یک لایف انجام میدید ساخته کلیپ نیست، یعنی وقتی دیگران میخواد لایف شما رو ببینه اون بازپخش لایف شما هست، ولذا ساخت به کلیپی میگن که روش زمان گذاشته بشه، ادیت بشه، برنامه‌ریزی بشه، اینو بهش میگن ساخت کلیپ. و این خواهر گرامی ما به اسم فرید سادات میگفت که زمانی که من یک کلیپ ساختم در رابطه به 7 نفر، در صورتی که 9 نفر هست، در رابطه به هواپیما یا همون بالگرد M17 که سقوط کرد از دست فاشیزمان و با دست دسیسه‌گران، گفت که من کلیپ ساختم، بیعت گفتم، آمد یک کلمه ای رو به کار بود و به من فلان چیزک رو گفت، مثلا کلمه ای که الان میگه من خدمت شما عزیزان پخش میکنم. بفرمایید. برای خانواده 7 تن از نظامیان ما فرید سادات، کسی که پایین شهادت رسیدن، برای من هر چی دشنام که آمد به زبان ایرانی آمد، اما هیچ نوع دشنام برای من به زبان افغانی نامده. من کلمی چندره نمیفهمیدم، وقتی گوگل رفتم میره سرچ کردم کلمی. ببین زن اینطور کلمات استفاده کردن خیلی عربه، در زندگی ما مداخله میکنه، ما تباه هستیم، ما در بدر هستیم، ما شهادت دادیم، زنان ما بیوه هست، مادران ما به داغ فرزندانشان سوخته، ما امروز بی شوهر هستیم، بی خانه و بی جا هستیم، امروز در کشورهای اروپایی هستیم. بلخصوص با مذرت که من احساساتی صحبت نکنم، یک پیام به برادران ناراض طالب ما بدم که برادران بیاین دست با ملت یکی کنین. اگر شما دولت را میخواین، دولت خائن است، ما ملت در خدمتتان هستیم. من حیث یک زن افغانستان، مادر افغانستان، بیاین پیامشان را برای من بگوین، من بتانم به ملت برسانم. ما خسته شدیم از جنگ، از قتل، قتال. اگر ما چیگونه بتانیم بالای طالبا اعتماد کنیم؟ ببینین طالبا وقت با دولت غضب میکنن، ما را میکشه، انتحار، انفجار بالای ملت میکنن، ملت کشی میکنن. پس چطور بتانیم بالای طالب ما اعتماد کنیم؟ اما از برادران ناراض طالب ما یگانه خواهشی که دارم، اینا اگه واقعا مبارزه میکنن، مسلمان کلمه لا اله را اینا به زبان میارن و اینا مبارزه برای خدا و پیغمبر میکنن، اینا از نظر من مسلمانیت پیاده نمیکنن، چون مسلمان مسلمان نمیکشن. امروز حوالین ببینین، من برشان بزرگترین مثال هستم، من از قوم سادات هستم، اجداد من دوستان 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 یک لحظه من این رو قطع کنم. ایشون میگه من از قوم سادات هستم. برادران و خواهران عزیز سادات ما احساساتی نشون، ایشان سادات اهل سنت از قوم ازبک هستن. من میخوام بیشتر به معرفی بگیرم. صوت از این بیاده اینجا قطع کنم. گفته که از سادات از قوم ازبک است. گفته شکر الحمدلله که ازاره نیست، دور از شخصیت قوم هزاره. اینجا صحبتای ما ارتباط به قوم هزاره نمیگیره، برای قوم سادات هزاره میگیره که خود سادات میگه. خب برادران سادات هزاره، هزاره کجا سادات داره؟ ایره برای ما تشریح کن. شما قومتان هزاره است، از کجا سادات شدین؟ قوم سادات خو قوم عرب است، سادات های اصیل که عرب است. پس شما چی گونه مردم هزاره سادات شدین؟